علالمین و و سلام علی محمد الامین و علی و اصحاب اجمعین و بعد بینندگان و شنوندگان خوب برنامه فقه اسلامی خواهر برادر السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته عزیزا به سلسله برنامه فقه اسلامی و احکام جنایس امروز در قسمت پنجمش قرار داریم که در این برنامه پیرامون چند موضوع صحبت میکنیم اول هرگاه که یک خانم حامله دفن میشه وفات میکنه و جنینم در شکمش میباشه چی حکم داره؟ آیا جنین از بدنش خارج میشه؟ آیا جنین باید بکشن یا نه امرای جنین باید دفن شد؟ یک دوم اگر زن در عادت ماهانه خود وفات میکنه یا جنوب وفات میکنه یک شخص آیا دو غسل داده میشه یا یک غسل ایره بس میکنیم سوم آیا فردی که میت را غسل میته خودش باید غسل کنه یعنی غسل کردنش واجب است یا واجب نیست اختلافی که در رابطه وجود داره را بیان میکنیم و چهارم هم تیمم در کدام صورت ما میتونیم که میت را تیمم بتیم در کدام صورت ها است و پنجم هم کسی که غسل داده نشده و دفن شده یک انسان را شما غسل ندادین دفنش کردین آب نبوده یا تیمم هم داده نشد آیا دوباره میشه که او را نبش کرد از قبر بیرونش کرد و دوباره غسلش داد اختلافی که در این رابطه بیان میکنیم این چند موضوعی که ذکر کردیم انشالله در این برنامه حضور شما پیشکش میکنیم اولی که هرگاه زن حامله یک خانومی که حمل داره یعنی جنین در شکمش زنده است وفات میکنه چی کار باید صورت بگیره علما میفرمایند که هرگاه زن زن باردار فوت میکنه و جنینش زنده باشه یعنی شما میفهمید که بعد از پنج ماه میشه نگاه کنید میشه زنده بودنش تشخیص بدین بعد از چهار ماه چهار ماه در روح دمیده میشه امی اعتماله که اگر دکتر سایبا گفتن بله جنین زنده است یا توسط التراساون یا ماینات تلویزیونی ثابت کردن که مادر خب وفات کرده اما طفل زنده است و وقتی که بخواهند شکم مادر را پاره کنند طفل بگیرند طفل زنده میمانند باید این کار کنند واجب است که کار کنند طفل در صورت که زنده باشد باید شکم مادر حلال فور دریده شود پاره شود و طفل زنده به دنیا برند بعد مادر دفن. اما اگر دیدن از نگاه التراساون یا اتبا تشخیص دادن که طفلم وفات کرده زنده نیست باز نیاز نیست در اون صورت که شما شکم مادر را پاره کنین و طفله بیرون کنین بخاطر که هر دوشان وفات کرده باید یک جای دفن شد این دیدگاه مذهب امام بنی فرمت الله امام شافی همبلی ها و برخی از مالکی ها هم همی است خب اگر یک زن در عادت ماهانه خود وفات میکنه یعنی مریضی ماهواره در حالت حیز خود راست یا در حالت نفاس هست در این حالت وفات میکنه و یا یک شخص جنوب است در حالت جنابت وفات میکنه آیا دو غسل داده میشه یا غسل همه علی به این قائل هستن که احکام تکلیفی از شخصی که وفات کرده ساخت است یعنی دیگه مکلف شخص نیست به انجام دادن احکامی که در زمان حیات خود داشت خلاص شد رفت به می خاطر میگن که از او ساقط میشه احکام تکلیفی وقتی که ساقط شد غسل جنابت غسل حیث غسل نفاس هم ساقط میشه پس یک غسل بر بالایش هست فقط این میت یک غسل میتنه اون غسلش برای هر شامل میشه هم جنابتش شامل میشه هم غسل وفاتش ها. و هم جنابت هم از غسل وفاتش هم از وفاتش حساب میشه و هم از مریضی ماهوارش هیز و نفاس باشه هر دوش هم شامل میشه علما میفرمایند که این مثل همو است که اجتماع قاعدگی و جنابت باشه مثلا یک انسان هم جنوب است یک یک خواهر ما هست. هم جنوب شده و هم از مریضی ماهوارش است برای هم مریضی ماهوار خود غسل میکنه ایمی غسلش هم بر خاطر جنابتش میکنه یعنی یک غسل از اردوش میکنه هم به خاطر هم برای جنابتش هچ اشکال نداره درست است صحیح است و مثل که یک انسان جنوب باشه یک انسان جنوب باشه به خاطر روز جمعه خود بخی غسل کنه هر دوش یک غسل حساب میشه هیچ ش... اشکال نداره میت وقتی که وفات میکنن چی زن باشه چی مرد باشه اگر در حالت جنابت باشه یک غسل اگر خواهرهای ما باشن در حالت مریضی نفاز یا حیض وفات میکنن یک غسل از دو, خس... دو غسل بر بالایشان داده نمیشه در المغنی از ابن قدامه این موضوع را ذکر میکنه و اتفاق اکثر علی علم در اوجه روایت میکنه آیا فرد که میت را غسل میته باید خودش هم غسل کنه یعنی واجب است یک انسان،, یک انسان دیگر را غسل میده وفات کرده غسلش میده آیا بعد از اینکه غسل از او شخص تمام شد باید که این شخص غسل کنه تعداد از اهل به این قائل هستند که بله واجب است بر بالای این شخص که غسل کنه واجب است اما اکثریت قاطع از فقها ها به این قائل هستند که نه خیر غسل بر بالای شخص واجب نه بلکه مستحب است اگر این کار کرد فبه هوا نیم اگر نکرد گناه، کدام گناهی بر بالایش نیست ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که پیامبر علیه الصلاه السلام فرمود من غسل المیت فلیغتسل وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ هر کس کې ميت را غوشه شوشميده باید غسل کنه او هر کسې کې ميت را حمل میکنه و شانه های خود باید وضو کنه مګې ببینین درېجه امر دلالت به وجوب میکنه واجب از برباله کسې کې ميت شوشميده باید غسل کنه واجب از برباله کسې کې ميت انتقال مته وضو بگیرد این دیدگاهشون اما این حدیث عزیزان در رابطه با صحیح بودن و عدم سعیش در میان علما اختلاف وجود دارد امام نووی رحمت الله علیه اتفاق ذکر میکنه که این حدیث ضعیف است میگه همه کسایی که محدثین هستن علمای جرح و تعدیل میگه یه حدیث ضعیف است امام احمد ابن حنبل میگه که لا یصح فی هذا الباب شیئا در این باب هیچ حدیث صحیح وجود نداره علی ابن مدینی و امام زهلي زهلی, زهلی. ای بزرگوار هم که حدیث ضعیف است و در این باب هیچ نوع حدیث صحیح از رسول الله علیه الصلاه و السلام روایت نشده و این حدیث هم ضعیف است اما ابن قطان، ابن حزم، حافظ، ابن حجر از قلانی، شیخ رحمت الله علیه ای بزرگوار قائل قایل به که حدیث حسن است حدیث حسنه و این حدیث هم امام ابو داود در شماره 3161 روایتش کرده و امام احمد در جلد دو صفحه 432 روایتش کرده امام بیحقی در جلد یک صفحه 303 روایتش کردن گفتم حدیث شناسا میگن یه حدیث ضعیف است حتی یحیی ابن معین هم به قائل است که حدیث ضعیف است امام شافی ابن منذر امام بیحقی دیگران وجود دارند که میگن این حدیث ضعیف است از اعتبار ساقط است روایت از آیشه صدیقه رضی الله هم روایت شده که خودشان میفرمایند که پیامبر علیه الصلاه و السلام در چهار شرایط غسل میکردن یک هنگام جنابت وقتی که پیامبر علیه السلام جنوب میبودند غسل میکردند دو روز جمعه پیامبر علیه الصلاه و السلام غسل میکردند سه هنگام حجامت وقتی که حجامت می شدن پیامبر علیه السلام بعد از او غسل میکردن. چار بعد از غسل میت پیامبر علیه السلام غسل میکردن. این حدیث هم علما میفرمین که حدیث ضعیف است ابو داود روایتش کرده حدیث ضعیف است قابل احتجاج نمیباشد حدیث دگی از ناجی ابن کعب در سرگذشت فوت ابو طالب پدر حضرت علی رضی الله تعالی عنه کاکای پیامبر علیه السلام در آمده که پیامبر علیه السلام به علی رضی الله تعالی عنه می فرمه که اذهب فوار اباک برو پدرت به خاک بان یعنی دفنش کو ولا تحدثن حدثا حتى تاتيني خود را پاک نساز تا وقتی که پیش خود تا پاک نساز تا وقتی که پیش علی رضی الله تعالی عنہ میگه پدر دفن کرد آمد پیش پیامبر علیه الصلاۃ و السلام پیامبر علیه و السلام در وجه بر علی رضی الله تعالی عنہ میگه که برو خود شسته شو و در حق حضرت علی دعا میکنه علما میفرمایند که حدیث در حسن بودنش اختلاف است حدیث خود نیست در حسن حسن لغیری بودنش هم اختلاف است که حسن لغیری است یعنی حدیث ضعیف است اما در امی حدیث هم در رابطه با که ذکر شوه که علی رضی الله پدر خود غسل داد سراحت نداره ذکر است که علی رضی الله پدر خود دفن کرده و آمده پیش پیامبر اما در وجه ذکر نیست که پیام حضرت علی رضی الله تعالی پدر خود را شستشو داده باشه در مو حدیث از فوار ابا که برو پدرت به خاک بسپار پیامبر برش نگفته برو پدرت بشوی بعد از او به با این چیز دست نزنیم پیش ما بیا تا ما برات بگویم که چی کنی چی نکنی در او آمده که پس آمد پیامبر فرمان داد تا غسل کنم و برایم دعا کرد پیامبر ببینید در شستن میت برش فرمان نداده سراحت در این حدیث نداره با وجود که سراحت نداره حدیث هم تعداد از علیل که درست نیست بعضی از علما میفرمون که سند مطلوب داره ابو داود نسای ما محمد با سند مطلوبی را ذکر کردن شیخ خالبانی رحمت الله علیه یادیسه حدیث میدانه و میگه با جمع طرقش میتون که یادیسه حدیث بگیم حسن است اما در حسن بودنش گفتم محل بحث و پژوهش است که باید به توجه صورت بگیره این همه دلایل ذکر شد تعداد کسایی که میگفتن غسل کسی که میت غسل میت باید غسل کنه غسلش واجب است همین دلایل را میگیرند اما این دلایل دلالت به این نمی کنه که غسل کردن واجب باشه چرا احادیث ضعیف بود احادیث در این رابطه ضعیف بود بلکه خلاف روایت از پیامبر علیه الصلاه و السلام ثابت است ابن عباس روایت میکنه که پیامبر علیه الصلاه و السلام فرمود لیس علیکم فی غسل میتکم غسلن در شستن میتتان غسل بر بالای شما نیست اذا خزلتموه وقتی که میت شما شستشو دادین این نمیتکم یموت و تاهره بدون شک مرده شما پاک وفات کرده و لیسه به نجسن نجس نیست مردار نرفته فحس کم ان تغسلوا و کم پس کفایت میکنه شما را که دستایتون نباشید میت شستش کفایتتان میگن که تنها دستایتان را شسته شو اما این حدیث هم علما میفرمان که معلول هست علت دارم اما در موقف بودنش یعنی سندش به ابن عباس ختم شوه میگن در این اشکال نداره به اثبات رسیده به هر حال عزیزا جمهور علمای صحابه جمهور علمای تابین جمهور علمای تب تابین اطبای تابین میگن غسل دادن بر م... بعد از اینکه میت غسل میته یک شخص غسل بر بالا این ای شخص واجب نیست بلکه مستحب است اگر یک شخص میت غسل داد بعد از اون خودش غسل میکنه کار نیکی کرده ثواب میبره اما اینکه ما بگیم بر بالایش واجب است باید غسل کنه چنین چیزی میگه نمیتونیم ثابت کنیم جمهور علما برمی است اما تعداد از اهل به این قائل هستند که نه باید میت وقتی که غسل داده میشه غاسل غسل کننده باید دوباره خودش غسل کنه جمهوری که میگیم نه خیر غسل بر بالش واجب نیست روایت با سند صحیح از ابن عباس روایت شده ابن مسعود دیدگاهش شمی است سعد ابن ابی وقاص دیدگاهش شمی است ابن عمر امی از عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنه و مجمعین همه اینها دیدگاهشان همی است اما ابو داود از حدیث ابو هریره را ایراد میگیره و میگه که حدیث منسوخ است حدیثی که در رابطه با یک میگن غسل باید صورت بگیرم. میگم این حدیثی که میگه باید غسل صورت بگیره ولو که میگن صحیح هم هست که صحیح هم نیست ولو که تعداد میگن که صحیح است با وجودی که میگن صحیح باشم منسوخ است قابل احتجاج نمی باشه پس کسی که میت هم میتونه که غسل بگیره مستحب است اما اگر غسل نکنه هیچ نمیشکال نداره تنها میتونه دستای خود را شستشو کسی که میت هم حمل میکنه انشالله در کفن و دفن میت باز میگم حملش به طرف قبرستان که روجه در روجه حکم شیست انشالله در روجه بحث میکنیم که آیا وضو بگیره نگیره خب شما میت را یافتین که نمیشه که غسلش بتین چند موارد هست که میتونه نمیشه میت غسل داده یکی که محرم در بین نباشه مثلا اما که در بحث های گذاشته گفتم پدر نمیتونه بنا به دیدگاه درست که دختر بالغ خود را غسل بده مادر نمیتونه که پسر بالغ خود را غسل بده مردها نمیتونن وقتی که محر... مرحم نباشن محرم محرم زن نباشن او را غسل بدن همین قسم زن ها نمیتونن که مردها را غسل بدن پس در این صورت که نمیتونن چی کار باید صورت بگیره تیمم در در صورت اول تیمم باید تیمم داده شو. دوم میت آلت خرابتر داره که نمیشه غسل داده مثلا میت سوخته قسمت از بدنش سوخته قسمت از بدنش پاره تکه تکه است نمیشه تو رو غسل بتیم در این صورت باید که تیمم داده شود چرا بی به منزله کسی است که آب وجود نداشته و یا به منزله کسی است که عذر شرعی داره نمیتونه تیمم کرده اوی که نمیتونه وضو کرده و نمیتونه غسل کرده پس اوی که نمیتونه به طریق اولا یتی که قسم سوخته باشه یتی که محرمش نباشه یتی که زن باشه مردها وجود داشته باشه مرد باشه زنها وجود داشته باشه پسر بالغ باشه دختر بالغ باشه پدر و مادرش نمیتونه غسل داده در این صورت میتونه که تیمم بده دلیل چی است دلیل حدیث پیامبر علیه السلام پیامبر میفهم و جو لیل لی الارد و مسجدا و تهورا زمین تمام زمین بر من مسجد گردانیده شده و پاک گردانیده شده پس میتونه که شخص را تیمم بده اجازه برش نیست که غسلش بده بلکه باید تیممش بده مرده که غسل دادن نشده دفن شده مثلا آلت جنگ بود زود کرده دفنش کردن رفت و یا کس نبود که نه غسل بفهمه و نه تیمم دادنه دفنش کرد در مسافرت بودن بدبختانه عزیزان ما که قاچاق میرن در راه ترکیه و ایران اونجا دفنش میکنن نه آب وجود داره نه غسل میفامه نه جوانان اما دفنش میکنن میرن حالا اگر چی کار شوه آیا دوباره نبش قبر شوه دوباره ایر از قبر بکشن جمهور علما از جمله امام مالک امام شافی امام احمد ابن حنبل داود داود زایری ابن حزم بایستن که باید نبش قبر شوه و جنازه را دوباره از قبر بیرون کنند، به دو شرط یک زمان زیاد برش نگذاشته باشم دو غسل دادنش امکان داشته باشه سوم جسد میت تغییر نکرده باشه جسدش در این سه صورت میتونه که میت از قبر بکشن دوباره شستشو بدن کفنش کنن دفنش کنن ای جمهور علی علم به اما امام ابن فرح مطلع علیه میگه نه خیر هرگاه بر میت خاک انداخته شده باشه دفن صورت گرفته باشه دیگه دوباره جایز نیست که جنازهش از قبر اخراج کنی خارج کنی و شستشو بتی و دفنش کنی میگه چنین چیز درست نیست جایز نیست اما نبش میت از اینکه از قبر میکشن میت از, از پیامبر علیه و سلام ثابت است عبدالله ابن ابی وقتی که وفات میکنه پیامبر علیه الصلاۃ وقتی که دفنشم میکنن خاک سپاری هم میشه پیامبر دستور میده که دوباره عبدالله ابن ابی از قبر بکشن میکشنش از قبر و دوزانو می نشاننش پیامبر علیه صلات و سلام از لواب دهن خود به او می پاشانه پیامبر علیه صلات و سلام امو پیراهن که داره از وجود خود میکشه و به دور عبدالله ابن عبای می پوشانه دوباره دفنش میکنه یکی کسایی که میگن نه میت نمیشه از قبر کشیده درست نیست این حدیث پیامبر علیه صلات و کار در حق میت کرده و ما میفهمیم که اگر میت در جایی باشه که بفهمیم برای قبرش ضرر میرسه به خودش ضرر میرسه مثلا سیلبر است یا سرک میگذره ما مکلف هستیم که ما از تزوج برداریم ببریم به جای دیگه دفنش کنیم میتونیم نبشش کنیم نبش قبر کنیم هیچ نوشکال اشکال در رابطه نداره پس میگه وقتی که اشکال در رابطه نداره وقتی که میت شما بدون غسل دفنش کردین حالا که غسلش واجب است باید غسل داده شود دوباره شما میت از قبر میکشین رأی جمهورمی است از قبر کشیده میشه دوباره غسل داده میشه کفن میشه و به قبرش گذاشته میشه روایت را که ذکر کردم این صحیح هست امام بخاری و امام مسلم روایتش کرده بخاری در شماره 1350 امام مسلم در شماره 2773 حدیث هم روایت کرده و حدیث صحیح است پس رأی جمهوری است میت که بدون غسل و بدون تیمم دفن میشه دوباره نبش قبر شود غسل داده شود دوباره به قبر دیدگاه ما و بنیفر الله علیه است که نبش قبر روایت درو نیست اخراج کردن میت از قبر چیزی در شریعت نیست همون ما گفتیم حدیثی که از عبدالله ابن عبای که پیانبر علیه صلی اللہ علیه بور از قبر کشید و دوباره اه اه پیانبر علیه صلی اللہ علیه پیران خود در جانش میکنه دفنش میگه ثابت است و گفتیم دیگه جا میتونیم که ما این کار کنیم پس بنا به دیدگاه جمهوری کار باید صورت بگیره و بنا دیدگاه امام و بنی فرمت کار صورت نگیره دیدگاه جمهور اما که گفتم احادیث هم زیاد دارن و بنا به که غسل میت واجب است نباید بدون غسل میت دفن کنی بعد اگر در صورتی که تغییر حالت نداده باشه امکان داشته باشه که شما او را از قبر بکشین و امکان غسل دادنش باشه وقت زیاد هم برش نگذشته باشه باید این کار صورت بگیره عزیزایی بود برنامه امروزی ما برنامه بعدی ما انشالله در رابطه با حکم تکفین میت یا تمام احکامی که مربوط به کفن کردن میت است بیان میکنیم چه قسم کفن شود چند کفن میشه به کدام طریق است تمامی را انشالله در برنامه بعد حضور شما پیشکش خواد کردیم تا دیدار بعد و برنامه بعد الله یار و مددگارت